اینجور نیستش که حرکت دشمن از طرف کسانی که به عنوان نماینده ملت ایران تلاش دارن میکنن در مقابله با دشمن فراموش بشه. نه، فراموش نخواهد شد. دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. علی خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش از آمادگی سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی برای مقابله با نظم جهانی خبر داد. رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از کشور خاصی دشمنش را دستگاه جنایتکار حاکم خطاب کرد. مسئله مقابله با ظلم بین المللی است. برای ملت ایران با الهام از تعالیم اسلامی مقابله با ظلم یک فریضه است. مقابله با استکبار یک فریضه است. ما در مقابله با استکبار همه اون چه که باید و شاید برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی، هر اون چه لازم باشه حتما انجام میدیم و الان هم به حمد الله مسئولین مشغول انجام این کارها هستند.